امروز میخوام کمی درباره زبانها و گویشهای ایرانی با شما سخن بگم. اهمیت این گویشها در دو چیزه، یکی بهتر شناختن زبان فارسی و دیگری یاری گرفتن از آنها برای توانمندتر کردن فارسی. زبان فارسی زبانی هندو اروپایی، در حدود 450 زبان هندو اروپایی وجود دارند که به خانواده های گوناگون تقسیم میشن. وقتی این رو نداریم که به شرح هر یک از این خانواده ها بپردازیم. یکی از مهمترین شاخه های زبان های هندو اروپایی خانواده هندو ایرانیه. بیش از 300 زبان هندو ایرانی وجود دارند. در واقع زبان های هندو ایرانی 70% زبان های هندو اروپایی رو تشکیل میدن. زبان های هندو ایرانی خود به دو گروه بخش میشن، هندو آریایی و ایرانی. هندو آریایی خود خانواده ای از 220 زبان، یعنی تقریبا نیمی از کل زبان های هندو اروپایی. مهمترین زبان های هندو آریایی عبارتند از سانسکریت، پالی، پراکریت، نپالی، پنجابی، بنگالی، بهاری، آسامی و دیگرها. کهن‌ترین بخش سانسکریت در وداها به 1500 تا 500 سال پیش از میلاد برمیگرده. و اما زبانهای ایرانی. زبانهای ایرانی پرشمارن. برخی از میان رفتن و بسیاری هنوز به کار میرن. زبانهای ایرانی کهن عبارتند از سکایی، مادی، فارسی باستان، اوستایی نو، اوستایی کهن. قدمت این زبانها از 1500-1700 سال پیش از میلاد تا 300-400 سال پیش از میلاد میرسه. زبانهای ایرانی میانه، پهلوی، پارتی، علانی، بلخی، خارزمی، سغدی که در ازبکستان و تاجیکستان کنونی به اون سخن میگفتن، خوتنی، تمشوقی در ایالت سینکیانگ در چین، از 300-400 سال پیش از میلاد تا حمله عرب به کار میرفتن. زبانهای ایرانی نوین در پهنه گسترده ای از آسیای میانه و باختری به این زبانها سخن میگن، نه تنها در ایران بلکه در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، در کوهپایه های پامیر، در چین، در قفقاز، در ترکیه. در حدود 100 زبان به این گروه تعلق دارند. فارسی مهمترین زبان ایرانی کنونیه با ادبیاتی بسیار غنی. از این گذشته فارسی یکی از میراث‌های کم نظیر فرهنگ انسانیه. چند زبان دیگر این خانواده عبارتند از لوری که شاخه‌های گوناگونی داره، کردی که اون هم شاخه‌های گوناگونی داره به ویژه کورمانجی و سورانی، بلوچی، مازندرانی یا تبری، گیلکی، اوستی یا آسی، علانی که در قفقاز به اون سخن میگن به ویژه در کشور اوستیا، آذری، تاتی، گورانی، زازاکی، این دو زبان رو در اطراف کرمانشاه و ترکیه به کار میبرن، تالشی، سمنانی، لاری، پشتو، پامیری در کوهپایه های پامیر در آسیای مرکزی یعنی چین، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان. چنان که گفتم اینها همه زبانهای ایرانی هستند، ولی برخی از ایرانیان به زبانهایی سخن میگن که به خانواده زبانهای ایرانی تعلق ندارن، مانند ارمنی، ترکی آذربایجانی و عربی. ولی این به معنای اون نیست که کسانی که به این زبانها سخن میگن ایرانی نیستن. بسیاری از آنان از بسیاری کسانی که زبان مادریشون فارسی ایرانی ترن. به هر حال فارسی زبان مشترک همه ایرانیان بوده و خواهد بود. در اینجا وقت این نیست که به تاریخ زبان فارسی بپردازم. در گذشته در این باره سخن گفتم. علاقمندان میتونن به گفتارهای پیشین من در این باره رجوع کنن. تنها به این نکته اشاره میکنم که پیش از حمله عرب زبان رسمی ایرانیان پهلوی بود. با فرو افتادن دودمان ساسانی و خشونتهایی که برای نابودی زبان ایرانیان و تبدیل آن به عربی شد، از جمله با به آتش کشیدن کتابخانه ها و از دم تیغ گذراندن کسانی که به زبانهای ایرانی سخن می گفتند، چنان که ابو ریحان بیرونی نمونه هایی از آن را به دست داده، پهلوی جایگاه خود را از دست داد. ولی زبان ایرانی دیگری که از خراسان بزرگ می آمد
یعنی زبان فارسی دری کنونی جای پهلوی رو گرفت. همچنین گفتم که پهلوی به زودی از میان نرفت و ساکنان باختر ایران باز هم تا چند سده با این زبان و گویشایان سخن میگفتند و هنوز هم سخن میگویند. در این باره نمونه هایی به دست دادم. از آن میان سعدی و حافظ به گویش مادری خود شعرهایی باقی گذاشتند که ویژگی های پهلوی رو در آنها میتواندی. گویش های ایرانی نماینده گوناگونی، پرباری و آفرینندگی فرهنگ ایرانی هستند. در واقع زبان فارسی باستان و اوستایی دو تا از این گویش های ایرانی بودند که در گذشته اهمیت سیاسی و فرهنگی بسیار یافتند. این را هم باید گفت که افسوسمندانه این گویش ها از قدیم مورد بیمهری و بیعلاقگی اهل ادب بوده و ادیبان کمتر به اونها توجه کردند. حتی به چشم خاری به گویش ها نگریستند. حالان که این زبان ها و گویش ها در واقع زبان توده های ایرانیان بودند، زبان بسیار کسانی که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند ولی با سخن گفتن به این زبان ها نه تنها از فرهنگ ایرانی پدافندیدند بلکه اطلاعات زبانی که بسیار مهمی رو در طول صده ها از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند. گویش ها کمتر از فارسی زیر تحمیل عربی رفتند و در بیشتر موردها واژه های عربی از راه زبان فارسی به آنها وارد شدند. آنچه که واژه های رسمی رو از واژه های گویشی متمایز میکنه در اصل به کار بردن واژه های گروه نخست توسط شاعران و نویسندگان کلاسیکه. اما تاریخ زبان فارسی نشان میده که بسیاری از واژه های محلی به دست نویسندگان ادبی و گردآورندگان فرهنگ های کلاسیک از بخش های گوناگون ایران وارد زبان فارسی یا رسمی شدن. مثلا شاعران دوران غزنوی به ویژه مسعود سعد سلمان واژه هایی از هندی رو به کار بردن. همچنین است واژه هایی که با سبک هندی از راه شعر به فارسی در آمدن. به سخنی دیگر همین که شاعر، نویسنده یا فرهنگ نویسی واژه ای رو به کار برده اون واژه وارد زبان رسمی شده. از سوی دیگر شک نیست که تمام واژگان زبان فارسی را نویسندگان کلاسیک به کار نبردند و این واژه های به کار نرفته را می توان در گویش های ایرانی یافت. گویش های ایرانی مانند کانهایی اند پرگوهر و امکان های فراوانی را برای گسترش و توانمند کردن فارسی در بر دارند، ولی افسوسمندانه تا کنون آنها را در این راه به کار نگرفتند. گویش های کنونی ایرانی بسیاری واژه های هندو اروپایی رو حفظ کردند که در فارسی ادبی یا رسمی به کار نمیرند و دیسه های فارسی باستان و اوستایی آنها هم به ما نرسیدند. چند نمونه: در انگلیسی واژه هد به معنای سره، هم ریشه است با آلمانی هاپت و با لاتین کپوت به معنای سر. واژه انگلیسی چیف به معنای رئیس هم از همین ریشه است. دیسه سانسکریت این واژه کپل است به معنای استخوان سر. همتای ایرانی این واژه چیه؟ در میان واژه هایی که از فارسی باستان اوستایی به ما رسیدن دیسه ایرانی این واژه وجود نداره، ولی این واژه هندو اروپایی در گویش های ایرانی کنونی دیده میشه. در لوری کپو به معنای سر، کپول سر در ایلام گفته میشه، کپولک استخوان سر، میان سر. در کردی کرمانجی قف سر از کپ. در گویش لامرد فارس کپ به معنای سر. در فراهانی کپال، ضربه‌ای که به سر زده میشه. در پشتو کپرای استخوان سر، جمجمه. در سیستانی کتوک، جمجمه. پس میبینید که این واژه هند اروپایی در پهنه گسترده ای از ایران از باختر گرفته تا خاور و افغانستان به کار میره، ولی در فرهنگ های فارسی مثلا ده خدا نیامده و همتاهای فارسی باستان و اوستایی اونها هم به ما نرسیدن. پیش از اون که به نمونه دوم بپردازم باید بگم واژه سر که در فارسی به کار میره ریشه دیگری داره که به این خانواده مربوط نیست. سر با اوستایی سره به معنای سر پیوند داره و دیسه دیگر اون سرو یا سرونه به معنای شاخ، هم ریشه با کرنو در لاتین به معنای شاخ، هورن در انگلیسی شاخ
در فارسی سازی هم که کرنا نام داره از همین ریشه است. در اصل به معنای شاخ، تلفظ درست اون کرناست. نمونه دوم، در فرانسه به پروانه پپیون میگن، از لاتین پپیلیو. این واژه هندو اروپایی در سانسکریت هم هست، پیپیلا، به معنای مورچه، از پوروا هندو اروپایی پلپل. دیسه فارسی میانه، فارسی باستان یا اوستایی اون به ما نرسیده، ولی این واژه در گویش‌های گوناگون ایرانی دیده میشه. در لری پپی، پروانه، در کردی پپولا، در لارستانی پلپلکو، در تبری مازندرانی پاپلی یا پاپلو، همه به معنای پروانه. نمونه سوم، در انگلیسی زنبور رو بی میگن، همریشه است با ایرلندی کهن بچ، آلمانی بینه، روسیه پچلا، لاتین فوکوس، سانسکریت با. ما در فارسی واژه عربی زنبور رو به کار میبریم که عرب ها خود اون رو زنبور تلفظ میکنن. نمیدانیم که واژه فارسی باستان یا اوستایی اون چه بوده، ولی دیسه ایرانی این واژه در گویش ها هست. لارستانی گراشی بیز، قائنی بوج، تربت حیدریی بونج، بیرجندی بوفج، شوشتری یزدی بوفز، آبادهی بنج، تالشی بزز، خنجی باز. در گویش های ایرانی ده ها واژه دیگر داریم که به معنای زنبورند، ولی از این ریشه نیستند. برخی از آنها ممکن است همین خانواده باشند، مانند گنج، زنبور درشت سرخ رنگ در لوری و فارس، و همچنین منج. پایان سخنان که این گویش ها نمایندگان هویت هندو اروپایی زبان های ایرانی هستند. از این گذشته دریایی هستند از امکان ها برای توانمندتر کردن زبان فارسی. ما برای گسترش زبان فارسی، برای بیان مفهوم‌های دقیق دانشیک و فلسفی، نه تنها به زبان‌های باستانی ایران، بلکه به گویش‌های ایرانی نیاز داریم، چون تنها زبان ادبی رسمی فارسی توانایی برآوردن نیازهای ما را ندارد.